بنام یاد خداوند بخشنده مهربان با عرض سلام وقت بخیر خدمت شما بیننده نهایت عزیز روز پنجشنبه تان بخیر خرسند هستم که باز هم با برنامه رمز زندگی هستین آرزو می کنم رمز زندگی شما با شادیگری خورده باشد برنامه رمز زندگی است و دکتر صاحب حسیب فرمولی در برنامه امروز باز هم با ما همراه هم کلام هستن و پیرامون فشار خون بلند صحبت های دارن شما هم با ما باشین خب پیرامون چربی خون خب بالاخره خون از دکتر صاحب پیرامون چربی خون صحبت های داریم کسایی که این بیماری این تکلیف دارن و همچنین کسانی که میخواین خود وقایع کنن از این بیماری در برنامه امروز با ما مخاطب باشن با شماره تماس 0111130 و همچنان 0111555 تماس بگیرین و همچنان در صفحه فیسبوک برنامه ما کامنت بگذارین یادتان نره که برنامه ما رو میتونین از طریق چینل یوتیوب هم مشاهده کنین برنامه ما رو سابسکرایب کنین و با دوستانتان شریک بسازین دکتر صاحب من موضوع برنامه رو اشتباه گفتم کمی تحت تاثیر رفتم زبان من شد خب به هر صورت خوش آمدین به برنامه نیمه روز خرسند هستم که با ما همراه هم کلام هستین بازن بیاین آغاز کنین در رابطه با چربی خون اگه اشتباه نکنم چربی خون چیست یا هایپرلیپیدمیا اول سلام عرض میکنم خدمت دوستایی که از طریق صفحه رسمی آریانا از طریق یوتیوب آریانا و یا از هر طریقی که ما رو مشاهده میکنن سلام عرض میکنم بعد از ظهرتان بخیر امروز با موضوع چربی خون خدمت دوستا قرار داریم بالای ازی صحبت خود کردیم که چربی خون زیاد است من مطمئن هستم کسای زیاد است که سوالات زیاد دی باره داشته باشن چون من از یک دکتر در پرکتیس روزانه ما همیشه با کسای زیاد مواجه میشیم که چربی خونشان بلند است و زیاد از هموطنان ما خودش میفهمن مثلا اعضای چربی خونی که کلسترول تریگلیسیرید اکثریت در بارش معلومات دارن امروز یکم واضح میم سرجگب میزنیم یکی چرا باید تداوی شود چرا قم باید تداوی شود تداوی شود نشود اعراض علائم چی است چی خطرهایی داره چی راههایی داره بالا هم صحبت خود کردیم و در جریان باز دوستان سوال که داشته باشن که مطمئنا شاید کسای زیاد داشته باشه که درباره چربی خون یا بلند بودن چربی خون یا هایپرلیپیدمیا یا هایپرلیپوپروتئینمیا سوال داشته باشن با سوالشون جواب بدید پس شما بیننده برنامه ما باشین و پرسشی که دارین با ما مطرح بسازین دکتر صاحب پاسخگو با پرسش شما در برنامه حاضر خواهند بود خب دکتر صاحب پیام های زیادی هم همین اکنون دریافت کردین که بیننده های ما همه سلام تقدیم کردن خانم جمیله نورستانی همچنان نبی جان محمدی و بیننده های دیگری پیام های شما را همه خواهد خواندم شما می لحظه پیام بفرستین اما باید که موضوع برنامه را راجع به او صحبت کنیم واضح تر بسازیم تا شما بهتر بتانین پرسش هایتان هم مطرح کنیم خب دکتر صاحب راجع به چربی خون جواب سلام واجب است علیکم سلام خدمت دوستا یک سلام گفته بودن علیکم سلام سوال داشتین در خدمتون خود بودم چربی خون ما یک چیز در خون خود داریم به نام چربی ای بعد به شکل‌های مختلف است یا میشه که به شکل ما برش LDL میگیم HDL میگیم VLDL میگیم کلسترول میگیم تریگلیسیرید میگیم بسته پروفایل چربی ما دمی پنج نام در خون ما وجود داره و هر کدام از یک وظیفه خاص داره و هر کدام از یک چیز خاص تشکیل شده و میتونن که به صورت مجموعی مشکلات ایجاد کنن کلگی از یا مثلا اگر بیم امی اختصارات کم واضح‌تر سرجگب بزنیم مثلا اگر LDL است ما برش میگیم low density lipoprotein اگر VLDL است very low density lipoprotein HDL ما برش میگیم high density lipoprotein و کلسترول تریگلیسیرید هم واضح است همه از اینا خواص خاص خودت داره مثلا اگر درباره VLDL گپ بزنیم اکثریت از این تریگلیسیرید تشکیل شده که باز میکنم مشخص خود گفتم که تریگلیسیرید چی میکنه کلسترول چی میکنه در چی وقت کدامش خطرناک است و همیشه چیزایی که من امروز بالاش گپ زدم از روی کرند 2000 شده American Association of Cardiology کتاب 2013 و هریسن چاپ آخرش است VLDL ما از تریگلیسیرید ایجاد شده باز گفته که یک پنجم قسمت از این کلسترول هم تشکیل میده ولی این تنها در وقت میتونه که قابل تطبیق باشه که ما از 400 میلی گرام فی دسیلیتر زیادتر چربی ما نباشه باز بالاتر شو بالاتر که باشه باز باید مشخصا توسط لابراتوار دیده شوه HDL خصوصا اگر کم واضح تر بسازم اینجا دو کتگوری که بسیار زیاد مهم است HDL و LDL HDL ما که از های دنسیتی لیپوپروتین است وظیفه از ای است که از حجرات تشیو یا انساج چربی را میگره و گردن میبره که اونجا
اطرار شود یا حداقل متابولیزم بالا صورت بگیره. یعنی بلند بودنش دیگه یک گپ خوب است و پایان بودنش گپ خطرناک است. شاید بعض اوقات از دکترها شنیده باشین که اچ دی ال بلند باشه بسیار زیاد خوب است، یا بعض اوقات شاید امگا 3 خورده باشن. دوستا امگا 3 که روغن ماهی است، حتما اکثریت باش معلومات داره. یکی از کارهای این که امگا 3 میکنه اینه میست که چربی را از انساج میگیره که اچ دی ال زیاد است، بس میره متابولیزم شد، متابولیزم که شد چربی کم میشه. یا ما داریم LDL. LDL باز وظیفش برخلاف است. بلند بودن LDL میتونه خطرناک باشه. LDL برای اجرات و هنساج چربی را تقسیم میکنه. وقتی که تقسیم کرد باز وظیفش بلند میره، باز میتونه مشکلات ایجاد کنه. یک باید بگیم چطوری توازن ایجاد میشه. ما در رژیم غذایی خود روزانه همیشه باید متوجه باشیم که چی میخوریم و چی رقم مصرفش میکنیم. همیشه ما در برنامه و همیشه به مریضای خود گفتیم که یک توازن باید همیشه باشه. سابقا مثلا اگر چند سال پیش و چندین سال پیش یا سالها صدها سال پیش ما در نظر بگیریم، معمولا او وقت زندگی بر طبق فعالیت‌های فیزیکی بوده و او زمان هیچ وقت کسی به نام چربی خونه نمیشناخته و روز به روز مشکلات زیاد شده میره، چون ما روز به روز فعالیت فیزیکی ما کم میشه، روز به روز ما انرژی ما کمتر مصرف میکنیم ولی زیاد میکنیم. فست فود میخوریم، قابلی میخوریم، چربی میخوریم، قیماق میخوریم، همه این چیزا انرژی تولید میکنه. میرن تریگلیسیرید خودش ایتیپی تولید میکنه، ایتیپی انرژی تولید میشه. انرژی پس میتونه که در انساج ما، در خون ما بلند بره به شکل LDL، کلسترول، تریگلیسیرید، یا میتونه که بیا در اطراف وقتی که دگم اندازش زیادتر شوه، یا میتونه بعض اوقات مستقیم به باعث چاقی ما شوه که از نوعی باسن و شکم و روی اینا انساج زیر جلد تجمع میکنه، باز باعث چاقی میشه. بعد بعض اوقات ادم میتونه گرده ما رو کبد ما رو چرب کنه، چهار طرفش هم کمال پوش کنه که باز هم گریدای مختلف داره. تماس های و پیام های زیاد دریافت کردیم. بیننده ما آقای سلطانی گفتن درود خدمت شما و مهمان شما دکتر صاحب. گفته سلطانی هستم، رئیس روند صلح جوانان افغانستان. سوال دارم درباره چربی خون. آیا چربی خون از چی پیدا می شود؟ یک معلومات مختصر ارائه کنید. سلطانی صاحب، امی معلومات کلش دادم سر از این بود که چربی خون چه رقم پیدا میشه. اگر خلاص بگویم، اگر ما فعالیت این طبیعی است که به خاطر پیشبرد زندگی ما، به خاطر پیشبرد وظیفه اعضای بدن ما، حتی به صورت غیر عادی اعضایی که کار میکنن مثل قلب و دماغ، یا همیشه به انرژی نیاز است. ما روزانه نیاز داریم انرژی بگیریم. وقتی که انرژی میگیریم پس همه قدر مصرف میکنیم، هیچ مرضی نیست، نه به نام چربی خواد بود، نه به نام شکر خواد بود. بسی مشکلاتی که داره بعدن بالای صحبت خواد کردیم. وقتی که همین توازن خراب شوه، یک آدم زیاد فست فود میخوره، زیاد غذای چرب میخوره، باز مصرف شکم میکنه، باز میتونه که یکی از مشکلات پیش ایجاد شوه چربی خون است. چربی خون باز گپای دیگه خود داره که برسه. بله، حسنا جان استانگزه از ترکیه بازم گفتن سلام سونیتا جان، همیشه موفق باشین. تشکر شما هم حسنا جان، تشکر از این که در این برنامه هم مخاطب ماستین. گفتن یک رژیم غذایی اگر به خاطر چربی خون بگوید دکتر صاحب محترم که اشخاص مصاب به چربی خون در مینی غذایی خود شامل بسازن. تشکر از برنامه زیبایتن. رژیم غذایی بسیار خوب برای کسایی که مشخصا از مثال شروع کنم ایست که چیزای چرب باید خورده نشه، یا یک حد توازن بین خوردن و بین مصرف کردن باشه. مثلا یک کسی خوب ورزش میکنه با سوت اندازه اجازه داره که چیزای چرب بخوره. چیزایی که فست فود است، نان خشک، چیزایی که چرب است، قابلی ازبک پلاو میگن، ازبکی میگن، هر چیز میگن، یا نیفون پیتزا و چیزایی که چرب است، خوردنش مشکلات داره. کشیدن سیگرت خودش به صورت غیر مستقیم باعث میشه که در هر سیگرت 9 کیلوکالری و انرژی کمتر مصرف شد. انرژی کمتر شد به شهم تبدیل میشه، شهم میتونه در خون بره یا در اطراف بدن بره. الکل، خب سونا جان مطمئن هستیم چیزا استفاده نمیکنه، ولی ما به خاطر معلومات عمومی گپ خود زدم. الکل خودش باعث میشه که چربی خون بلند بره و هم قسم بعض امراض دیگه هم هست. چیزایی که چرب است نخورین. در پولیش چیزایی که فایبر زیاد داره، مثلا ترکاری با فایبر زیاد داره، خوب سیرتان هم میکنه و در این حال خوب عزم هم میشه و انرژی زیاد هم نداره، یک زندگی بسیار زیاد صحت من خواد داشتین. یا در پولیش چیزایی که مثلا میوجات میتونن استفاده کنن، چیزایی که مثلا خستجات و پستجات وقتی که زیاد خورده شده میتونه که باعث چربی خون شود. کاربوهیدرات، چیزی که شیرنی تولید میکنه، هم میتونه باعث چربی خون شود. مثلا انرژی درینک، مثلا نوشابه های گازدار، مثلا آیس کریم، مثلا کاکاو، چاکلیت که دخترها زیاد خوش دارن. زیادتر شاید. بله شاید. خب دکتر صاحب، در رابطه با اینکه وقتی ما چربی خون ما چرب میشه، از حد معمول زیادتر میشه، حال ما خودمون میتونیم احساس کنیم؟ شما در آغاز برنامه اشاره داشتین، میشه در رابطه با
علائم از بیماری هم صحبتای داشته باشن تا خدای نکرده کسانی که دارن و آگاه نیستن متوجه شون. نظر به کرنت که ما خوندم و ریسن گفته شده که عرض علائم خاص نداره. خب بس ما در اینجا اضافه خواد کردم تجربه شخصی خودم. در کتاب گفته شده که مشخصا هیچ عرض علائم نداره و همیشه وقتی که تشخیص میشه به صورت تصادفی تشخیص میشه، یا در جریان یک پروسه عملیات یا در جریان یک مرض دیگه وقتی که لپید پروفایل داده میشه تشخیص میشه. و بعض اوقات هم گفته شده که اصلا شاید سالها امی آدم با بلند بودن چربی خون زندگی کنه و دفعتن یک اختلالاتش مثلا عملات قلبی پیش از ایجاد میشه وقتی که میره میبینن که چربیش به صورت دوامدار بلند بوده. ولی نظر به تجربه شخصی خودم، افغانی که معمولا میتونه استثنات داشته باشد ما اول گفتیم، ولی من از یک دکتری که مریضاره دیدیم در افغانستان شاید بیشتر از هزاران نفر دیدیم یا دیمیان کسایی بوده که چربی خون داشته، باز اینا یک تعداد عراض علائم دارن. مثلا اینا گنگسیت می داشته باشن، سردردی می داشته باشن، مثلا خودش میگه دکتر سبیم طلاق سر ما درد میکنه، و یا خستگی می داشته باشه، بیالی می داشته باشه، دست پاش ضعیف می باشه، میگه بیشیم هستم دکتر سب نمیفهم چرا. و یک چیز بسیار مشخص که اینمی گنگسیت، سردردی، بیالی وقتی که اینا چیزای چرب می خوره زیادتر میشه. مثلا کسایی هستن که چربی خون داره دفعتن میره، امروز با یکی از دوستش قابلی پلاو می خوره، میخوره باز برای احساس سردردی گنگسیت پیدا میشه که باز میتونه که بلند بودن چربی خون نشان بده. افغانای زیاده هستن که بعد از خوردن چیزای چرب خودشان میگن بدون پیش دکتر خون مطمئن مراجعه نمیکنن، ولی بین یکی دیگه میگن که والا فلان فشارم بلند رفت، چربیم نفهم چربی خوردم گنگ شدم، دست پایم بیال شد. اینا کلش میتونه که یکی از فاکتورهای بلند بودن چربی خون باشه، ولی چیز به نام 100% وجود نداره. نظر به کتابی که من پیشتر گفتم، باز یک ماهی نکردنش شاید 200-300 افغانی بیشتر نگیرم، میتونن که از آینده ها که اختلالات قلبی و استروک و صدها مشکل دیگر داره که میکانیزمش را تشریح خود کردیم، باز میتونن از او جلوگیری کنه. بیدین دیری خط هستن و پرسش دارن. بله بفرمایید. سلام به شما، وقتن بخیر. سلام علیکم. سلام خدمت شما، سلام خدمت دکتر. علیکم سلام. بفرمایید از کجا تماس میگیرین و پرسش دارن؟ سمیر هستم، از تماس گرفتیم، برنامه شما را از طریق فیسبوک بیننده هستم. بسیار خوب سمیر جان، مهربانی پرسشتن. من میخواستم از دکتر صاحب بپرسم کمی ادویه‌ای که بلند برای چربی بدن، من چندین دوایی را از دواخانه گرفتم اطراف شکم و مثلا قسمت پایینی گلو، یک چربی است اونمور هر چی کردم یعنی نشد که ما اونمور آب بسازم یا بین ببرم. من خواستم که از دکتر سمیر جان چقدر وقت میشه از این چربی؟ تقریبا اینمی مدتی یک سال شد که افزایش پیدا کرد دکتر سمیر. چند سال هستی؟ ما 25. ورزش میکنی؟ ورزش شبانه چون فرصت خیلی کم است که 15 دقیقه دوش میکنم. باید بیشتر ورزش کنی. حتما فست فود زیاد میخورید؟ اگه انرژی درینک، فست فود یا دخانیات؟ اکثرا بله دکتر. و سمی جان پروتین خو نمیخوری؟ پروتین نخیمی. خب و سیگرت میزنی؟ دخانیات استفاده میکنی بعضی اوقات؟ نخیر. خب دکتره که سمی جان، امو دکتره که برد گفته که با خوردن دوای چربی خون اطراف شکمت کم میشه، اونا دکتر بودن؟ مطمئنن؟ دکتر صاحب خدمت شما عرض کنم که من میره تقریبا امی دوا را از طریق آنلاین و بعض دوایی که ادویجات فروخته میشه امیره از این طریق گرفتیم، یعنی از امی دلیل هم زنگ دادم از شما پرسان بکنم. حال من بالش گپ میزنم سمی جان، هرچند موضوع چربی خون با چاقی فرق میکنه، چیزی که خودت میگی چاقی است، ولی بس میتونم بالش گپ بزنم. یک دو سوال آخر، قدت چند است؟ 1.60. و وزن چند است؟ وزن یک البته 86 کیلو است. 86 کیلو. مربی قدت تقسیم وزنت کو برات بیمایت معلوم میشه. خب بیمای وقتی که از 19.9 تا 24.9 باشه این وزن نرمال است. پس من معلومات بعدی را بعدن خواهم گفت. تشکر سمی جان برتان. دکتر صاحب پاسخ میگن، وقت خوش، خدا نگهدار. خب دکتر صاحب، سمی جان پیش دکتر مطمئن مراجعه نکرده؟ چیز به نام دوای چربی خون چربی را کم میکنه به صورت دوامدار، بسیار به صورت غیر مستقیم سو کم میتونه که وزن کم کنه، ولی چربی اطراف شکم یا
دبل چین که زیر گلو گفته میشه که دو چربی کم نمیشه، با ورزش نیاز داره، به رژیم غذایی نیاز داره، با پرهیز نیاز داره و در این حال به اتحاد دوامدار نیاز داره. باز میگم که دوای آنلاین، خب چند روز پیش، چند وقت پیش از طریق وزارت صحت عامه پیام آمده بود و نشر شد که هیچ دوایی که به صورت آنلاین فروخته میشه قابل اطمینان نیست، نه تنها فایده نداره بلکه عوارض جانبی خطرناک میتونه داشته باشه. و وزارت صحت عامه خواسته بود که لطفاً همین کسایی که به صورت آنلاین دوا تجویز میکنن یا دواخانه‌ای که به صورت غیر مجاز تجویز میکنن بر ازاد جیران گذاشته شود. خودت بعد از این هیچ اجازه نداری که از این دوای آنلاین استفاده کنی، چرا که تاثیر هم نمیکنه، مشکلات خطرناک هم برای خود خواهد داشت، چون ترکیبش واضح نیست، مرجعش واضح نیست، یک آدمی که تخصص داره و دیگه باره میفهم برای تو نداره. به خاطر کم کردن دوای خاص طبی مثل اورلستات یا هستن که دکتر بعد از دیدن برات خود گفت، ولی اگر من ایسی یک دکتر معالجت باشم، امورم برای توصیه نمیکنم. چربی اطراف شکم و زیر گلو با ورزش فوق العاده خوب تاثیر میگذاره، ولی ورزش نیست که 15 روز خود ورزش کنی یا یک ماه ورزش کنی یا نهایتا دو ماه ورزش کنی بگیم کم نشد، یا ورزش باشه، اگر ورزش هم کنی دوامدار باید رژیم غذاییت بسیار زیاد مهم است. حتی نظر به ایسایی که گرفته شده بدون ورزش، خود مثلا کسایی که ورزش کردن رژیم نگرفتن و کسایی که رژیم کردن ورزش نگرفتن، اینی کسایی که رژیم گرفتن و حتی ورزش هم نکردن تاثیرات خوبتر داشته و اینا به نتیجه بهتر تر رسیدن. دیگه خودت پشت دوای چربی زیاد نگرد، فقط اگر کدام وقت گنگسیت یا احساس کردی یا کدام وقت تریگلیسیرید کلسترول تا چک کردی، بس اون بلند بود، نیاز خود داشتی، نیاز خود بود که بر دوا بدی، بغیر از اون پشت دوا آنلاین اصلا نگرد. ببینید دیگر پشت خط هستن و پرسش دارن. بله بفرمایید. سلام با شما، وقتتان بخیر. سلام، خوب هستین برادر عزیز؟ نیمه روزتان بخیر، بفرمایید. میشه موقعتان تغییر بتین؟ ما درست آواز شما رو نداریم بینید عزیز. میشنویم؟ بله میشنویم، بفرمایید سوالتان یک بار دیگه تکرار کنیم. مقصدم تربیو سید ما زیاد هست و تمرین ها میکنیم و رژیم غذایی هم نظام. چربی خونت چک کدی؟ اسم محترم؟ نه چک نکد. اسمتان؟ اسم ما شاداب هست. شاداب جان، چک کردی چک نکردی؟ خیلی چطور میگی چربیت بلند است؟ حتما چاق هستی یا اطرافش کم؟ آه اگر وزن یعنی زیاد هست. خواه وزن چند است؟ تقریبا 85 کیلو. و قدت؟ قدم یک 25. یک چند؟ یک 25. خودتا مربی قدت هست؟ اگر بس نشد من ماشین حساب خود کشیدم بیمای دو سارا گفتم مربی قده ضرب دو کو بس تقسیم وزنت کو برید بیمایت معلوم میشه، ولی مطمئنا خودت کسایی هستی که زیاد چاق میه. خب او چندین درجه داره زیاد چاق میه؟ از 24.9 به بالا چاق است، بس تقسیم بندی مختلف داره. به هر حال او را میمانیم. شاداب جان عزیز، نظر به چیزی که من فعلا احساس کردم وزنت زیاد است، به صورت دوامدار به رژیم غذایی و به صورت دوامدار به ورزش نیاز داره. کم حوصلگی نداشته باش، در صورتی که حوصله کنی حتما به نتیجه میرسی و مطمئنا چربی خون نخواهد داشته باشی. سیز؟ تشکر. با امید از یک شاداب جان شنیده باشن جواب سوال خواهد. یک سوال، یک چیزی که من باید امیال بگویم که مهم است. دوستای عزیز، ضرور نیست کسایی که حتما چربی خون داره که چاق باشن، یا کسایی که چاق هستن چربی خون حتما داشته باشن. کسایی زیاده هست، یعنی اصلا رابطه نداره. کسایی زیاده هست که چاق هست ولی چربی خون نداره، و کسایی زیاده هست که لاغر هست. ما خودم دیدیم که اصلا داره لاغر میه و چربی خونش تا 2000 هست، که باسو نوع فیمیلیال ما برش میگیم که باسو اعراض علائم مشخص خود داره، ارتباط خاص وجود نداره. ولی اگر کسایی که چاق هست ورزش به صورت دوامدار باید ورزش، شاید هم سالها. سخت است، وظیفه سخت است، اما با خاطر صحتمندی باید ما این وظیفه را تحمل کنیم. پیام های زیاد دریافت کردیم خانم جمیله نوستانی، بازم سلام تقدیم کردن به دکتر صاحب و همچنان تشکری کردن از شبکه جان رو تلویزیون رنا و همچنان کریم جان هم گفتن خوب هستن، تشکر، زنده باشین. نبی جان محمدی هم گفتن درود و سلام تقدیم میکنم، تشکر. بکتاش جان هم گفتن سلام خوب هستین، زنده باشین. حسین جان قاسمی هم گفتن سلام خوب هستین. حنیف جان هم گفتن سلام و درود بر شما، زنده باشین. ولی جان هم سلام تقدیم کردن. امیرالدین بدخشی هم سلام تقدیم کردن. توش محمد جان همچنان سلام تقدیم کردن. ایدی عزیزی همچنان سلام تقدیم کرده. محمد
جگرخون البته خلاص میگن خدا نکنه که جگرخون باشین. اینا هم سلام تقدیم کردن. آقای محمدی، اکبر محمدی هم گفتن سلام خوب هستین، تشکر، زنده باشین. حاجی صاحب همچنان سلام تقدیم کردن. جمعه رجب بندرابی هم گفتن سلام خوب هستین، سلام های زیادی دریافت کردیم. فضل جان هم گفتن سلام احترامات تقدیمتان. آقای محمدی گفتن سلام و درود بر شما، زنده باشین. بیننده بعدی ما گفتن کمی ساده تر دکتر صاحب بگین صحبت کنن، نامای تیوی رو نگیرین، اگرچه بعضی موضوعات هست که نمیتونیم اون رو ساده بسازیم. با آن هم آقای احمد زیا سلطانی هم سلام تقدیم کردن، قبلا جواب سوالشان دکتر صاحب دادن و تشکری کردن از دکتر صاحب. استاد جان استنگزای باز هم تشکری کردن از یک جواب سوالشان دادن. خانم جبینان رسولی گفتن سونیتا جان سروش لوزداری را نشرات ندارد، اما تشکر از این که از طریق چینل یوتیوب برنامه دارین. زنده باشین. تاش محمد جان همچنان سلام تقدیم کردن. اسدالله جان هم گفتن سلام علیکم، خوب هستین، تشکر، زنده باشین. و آقای نوری همچنان گفتن سلام. بیرنده بعدی ما سبقت الله سبقت هم سلام تقدیم کردن و همچنان پیام های زیادی داریم که بخوانیم، اما در حال حاضر هم کاری تکنیکی میگن یک تماس داریم، پیام ها رو میخوانیم، تماس ها رو جواب میگیم. بله بفرمایید. سلام با شما، وقتاً بخیر. بله سلام علیکم. و علیکم السلام، بفرمایید. ظهر شما بخیر باشه. سلام خاص خدمت دکتر. علیکم سلام، بفرمایید بیرنده عزیز. ان شاء الله صحت سلامت مهربان هستین، بفرمایید. زنده باشین. اول خدا تشکری میکنم از این برنامه مقبولتان. زنده باشین. و یک گلان دارم، چند سال است که من زنگ میزنم، هیچ تماس من وصل نمیشه، یا مصروف نشان میدم این شماره را که خودتون میکنم انانس میتی. و به هر صورتش حال خوشحالم که وصل شدیم. بیشتر یکی از برادرای ما زنگ داده بود، تمیر جان مشکل داشتن به خاطر اما چربی روی بدن. من خودم هم این مشکل دارم، ولی تا بالا پیش دکتر نرفتیم، فقط ورزش آزاد میکنم صبحانه بعد از نماز صبح. چند دقیقه ورزش میکنی خودت؟ بله صبحانه چند دقیقه ورزش میکنی؟ من از طرف پیش صبح فقط بر ده دقیقه کم دوش. ده دقیقه کم است. چند سال هستیم؟ جان؟ چند سال هستیم؟ 32. وزنتون چند است؟ وزنم 80. و قدتون؟ 1.80. ها و چقدر وقت میشه که ورزش میکنی؟ تقریبا خب زیاد وقت نمیشه، 2-3 ماه میشه که شروع کردیم، ولی کمه که وزن خود میفهمم که زیاد شده. چربی شکم داری؟ چربی روی شکم. بله. خب اسم محترم؟ نفهمیدم درست. اسم محترم؟ نامتان؟ بله. خواهم از رد صدای تون درست منه. نام شما برادر عزیز از کجا تماس گرفتیم؟ عین الله. خواه ما بخاطر نام پرسان میکنم که باز به عین الله جان مخاطب قرار بودم. عین الله جان سگرت خو استفاده نمی کنی؟ دخانیات، سگرت، الکول؟ سگرت نخیر نیه کمال ندارم. خواه خوب است، ما برد جواب میدم. تشکر، زنده باشین برادر عزیز، وقت خوش، خدا نگهدار. خوب بتسکر. عین الله قد خوب داره؟ دقتتون برکت و وزنشم زیاد بد نیست. خب این که متوجه ساعتشان است بسیار زیاد خوب است، چون متوجه شدن که وزنشان زیاد شده و متوجه شدن که چربی اطراف شکم زیاد شده. برای این لاجان میگم که ورزشت کم است و این بسیار زیاد خوب است که خودت متوجه شدی. فقط ورزشت تا میشه بیشتر کن، در دقیقه هیچ جایی را نمیگیره. و ما شما هر چقدر که رژیم داشته باشیم، افغانستیم باز دیگه محفل که رفتیم حتما خوب میخوریم، چون که نخوریم باز دیگه نمیشه بعد است. از خاطر من مطمئن هستم که اگر رژیم رو میگی او رژیمی که باید و شایدش باشه نیست، ولی ضرور هم نیست که حتما باشه. همین که ما روزانه ضرور نیست که ما یک هفته رژیم بگیریم ولی باز بعد از او هر چیز بخوریم. ضرور است که سالها رژیم بگیریم ولی متوالی بگیریم، یعنی بدون وقفه بگیریم و بعضی چیزها را زندگی خود بیخی شفت درد کنه، مثلا قیماق، مثلا چیزایی که چرب است، مثلا دنبه. خودت کم ورزش تا زیاد که قابل تشویش نیست، خوب است که متوجه شدی و بس میشه در جریان ورزش حرکاتش کم کم بیشتر تر بری. وقت هم بس میشه که احساس راحتی کنی. قابل تشویش نیست، هیچ به دکتر نیاز هم نیست بری، فقط ورزش بیشتر کو، رژیم کمی جدیتر بگی، انرژی درینک، نوشابه گازدار نخو دیگه، با حرکات رفتن حرکات شکم به صورت دوامدار وزن خودت دیگه هم کم خواهد شد. موضوع برنامه یک بار دیگه هم تکرار میکنیم در رابطه با چربی خون است. اگر شما فکر میکنین چربی خون دارین یا میخواین پیرامون این بیماری معلومات حاصل کنین، پس همچنان زنگ بزنین و پیام بگذارین در صفحه فیسبوک ما. عبدالعامد جان سلام تقدیم کردن. برادر ما محمد صافی گفتن که
ماست و پنیر برای چربی خون خوب است یا ای که ما نخوریم از رژیم غذایی خود تعصب کنیم؟ پنیر خوب است، ماست خوب است، پنیر نه. و ماست هم شرطی داره که قیمق نداشته باشه. پنیر نه، اصلا خوب نیست. یعنی پنیر حذف کنن از رژیم غذایی خود. ماست خوب است. آجی محمد یاسین سمنگانی هم گفتن سلام به دکتر صاحب. شما سلام تقدیم کردن، گفتن من در اوقات کار بسیار زیاد عرق میکنم، کدام نقص در بدن من میرساند یا خیر؟ خیر. عرق کردن جز از فعالیت های نرمال بدن ماست. وقتی که بدن ما فعالیت های انابولیزم داره، کاتابولیزم داره، سازنده داره، تخریب کننده داره و همه از اینا به انرژی نیاز داره، به اطراق نیاز داره. وقتی یعنی اکسیژن میاد، انرژی تولید میشه، تولید انرژی حرارت امرای خود تولید میکنه و تولید حرارت در بعضی کسا باعث عرق میشه. یک چیز بسیار طبیعی است، مسامات جلد به خاطر زمین وجود داره که عرق ما بیرون برای یک از سیستم های اطراحیه بدن ماست. عرق اطراحیه مثلا اطرار میکنه مثلا یا مدفوع خارج میشه و در این حال عرق یکی از سیستم های اطراحیه است، بدنش مشکل نداره، خوبم هست. بله، در خلال برنامه بیننده دیگر تماس گرفتن، متاسفانه تماسشان قطع شده و سوال خود به همکار تکنیکی ما گفتن در رابطه با گوشت سرخ، گفتن کسانی که چربی خون دارن از گوشت سرخ استفاده کنن. گوشت سرخ امرای خود چربی دارن. در بعض کتاب های مختلف گفته شده، در میندسکیپ گفته شده 5% نظر به چربی های مختلف، انواع گوشت مختلف، و در بعض کتاب ها مثلا گفته شده که تا 25% و این میتونه فرق در انواعش باشه. مثلا گوشت گوسفند چربیش زیاد است و گوشت های گاو گاومش شاید کمتر باشه. گوشت هر چقدر ما خب به پروتئین نیاز داریم و گوشت یک منبع خوب پروتئین حیوانی هست، ولی هر چقدر که زیاد میخوریم باز به مشکل ایجاد میکنه. هفته یک بار دو بار مشکل نداره، او هم در صورتی که سرخ کرده نباشه، به انواع دیگه گوشت باشه. اگر هدفتان از کباب است یا قابلیس خب نخستاره. بله، بینید بعدی مفتن سلام دکتر صاحب و خواهر گرامی، امید هستم از خوشی لوگر، مدت 4 روز میشه کمی گنگس هستم و احساس خستگی میکنم، آیا مشکل من فشارشان چند است؟ فشار تدیدی؟ دی چند روز جگر خونی کردی نکردی؟ خون تدیدی ندی؟ از پشت سر بسیار زیاد از رای دور بسیار زیاد سخت است که ما جواب بدیم. ای کاش میتونستم چهرهتون ببینم. چند سال هستی؟ اگه سوال ها رو بر من جواب بدی. یک دفعه رفتی فشار تدیدی، افسردگی، جگرخونی، جنجال و خوشی لوگر هستی، شاید ناامنی باشه، ناامنی خود سرت تاثیر نکرده. این سوالا رو جواب بده که بس من دقیق تر در باید بگم. اگه تونست یک عکس تم برای حتما چرا نه. نظر بیولوژیان هم گفتن سلام تقدیم دکتر سه، تشکر. علیکم سلام. و بیننده بعدی ما هم گفتن از کدام غذاها استفاده کنیم، مشخص تر بگوی. تشکر. اما قدر دوستا سلام گفتن، جواب دادن دین است. علیکم سلام. علیکم سلام به تمامیتان. مساجر هم گفتن خوب دیگه چیگه پا در برنامه ایتان، تشکری کردن از برنامه، ما خوب هستیم و امید از اینکه شما هم خوب باشین. بیننده برنامه ما گفتن با سلام ورز ادب، بنده شبا از خواب بیدار میشم تمام بدن مزرق تر میشود، علت آن چیست؟ از جرمنی تشکر، برتان پاسخ میگن. چند سال هستین؟ چی وقت تا به حالت میشه؟ چند روز میشه؟ عرق کردن کار مشکل نیست، گپ مشکل نداره، خصوصا اگه هوا گرم باشه. کم معلومات دربارش بده، کم واضح ترش بساز، چون عرق کردن یک چیز طبیعی است ولی در بعض امراض دیده میشه. چند سال هستی؟ یک عرض است، یک مرض نیست و اکثر اوقات هیچ مشکل نداره. بله، بیننده بعدی ما آقای محمدی هستن از جرمنی، گفتن سلام دکتر صاحب، من در جرمنی هستم، همیشه بیحال هستم، خوابم خیلی زیاد است، من ورزش میگیرم ولی بازم سردرد دارم، ولی دکتر میره میگه آب بخور، دلیل آب آن چی است؟ کم بودن آب میتونه که گپ خوب است. کم بودن آب هم میتونه باعث گنگسیت شود، میتونه تو باعث سردردی شود یا کم شدن هایدریشن بدن ما. خب خودت به اون مطمئن، دکتر برات گفته آب بخور، تریگلیسرید، چربی و تدیدی. اما دکتر صاحب چی گفت؟ نرمال است، نیست، فشار چند می باشه. معمولا کسایی که خوابشان زیاد میشه و بیحال است، ای بیس افسردگی هم داره. خودت خارج از کشور زندگی میکنی، یک دفعه ایران برای ما واضح بساز که چیز به نام افسردگی اونا یا دوجود است. حتی کمخونی هم میتونه باعث بیحالی شود، میتونه باعث خستگی شود، میتونه باعث خواب زیاد شود، هم میتونه کمخوابی را ایجاد کنم، خواب زیاده. دوباره برای ما معلومات بده، دوباره معایناتت کمی بگو که من دوستان تو یک کلمه را میگن و میرن. بله. کم واضح بسازین که ما دوبارش بگویم، چون معمولا وقتی که مریض پیش ما میاد ما سوال جواب میکنیم، میبینیم، معاینات اجرا میکنیم، فعالیت معاینات روتینیش هم میبینیم، علائم حیاتیش هم میبینیم. باز بعد از یک چند دقیقه صحبت و گپا و راز دل و درد دل باز تشخیص خودم میمانیم.
بعض اوقات تو تا هفته هم وقت خود گرفت بخاطر تشخیص. دفعتن یک کلمه گفتن و عمل قسم رفتن باز برای ما سخته شد میکنه. او هم که ما نمیتونیم شما. آقای اجمل دوزی هم سلام تقدیم کردن بعد دکتر سایب البته. بیننده بعدی ما گفتن سلام علی هستم از کشور استرالیا. خوشحالم که همچون استعدادهای جوان در کشور داریم. جای افتخار است. تشکر میکنم از برنامه خوب آریانا گوینده موفق این برنامه و دکتر سایب. تشکر. زنده باشید علی جان. از شما هم. انتو تشویق کنین ما را. ما نیاز به تشویق داریم. تشکر علی جان. لطف شماست. مهربان هستین. بیننده بعدی ما عبدالجان گفتن. عبدالمتین البته سلام تقدیم کردن. بیننده بعدی ما هم گفتن سلام برزادم خدمت شما در ترسای و خواهرگانم تقدیم میدارم. برنامه‌تون بسیار عالی است. رافی هستم از کشور آلند. تشکر زنده باشین. عتیق الله جان محمدی هم گفتن سلام خوب هستین. تشکر ما خوب هستیم. و امید از اینکه شما هم خوب باشین. بیننده بعدی ما آقای احمد علی گفتن سلام خواهر و دکتر صاحب درود بر شما و برنامه شما تشکر. سلامای ما را هم پذیرشن. اجمل دوزای هم گفتن دکتر صاحب یک سوال دارن، چربی کدام دارو است؟ چربی دارو نیست، یک مرض است. مرض اون بعضا خود گفتن نمیشه، در صورتی که اعراض علائم مشخص نداشته باشد تو یک اندازه بلند بودنش میتونه سبب خوردن مثلا امروز که مثلا یک روز یک کس قابلی خورد است، یاد سر قابلی به خاطر میم که من یک دکتری دیدم که افغان سر قابلی خودم مریض ساختن یا سر کباب. یک روز یک آدم قابلی ازبکی خورده بدفتن چربیش بلند چک میکنه بلند می از خاطر مشخصا با یک بار چربی و هم در شکم سیر چکش باعث مرض بودن نمیتونه و بعض اوقات به دوا نیاز نداره، فقط به لایف استایل نیاز داره که لایف استایل خوب شوه، مواد غذایی زیاد پر انرژی مصرف نشه و فعالیت های فیزیکی شوه. یک عرض است، یک نوعی از امراض است که اختلالات خطرناک داره که با صدمن سرزی باید گپ بزنیم سنیتا جان که مردم بفهمد چرا چرا میشه کنترل کنم. فقط چند پیام دیگر هم میخوانیم. بیرین دایی ما منتظر هستن. آقای خان گفتن سلام مونج استاز خبروان پای فرانسه که گرم. تشکر که بیننده برنامه ما هستین. همچنان بیننده بعدی آقای ادریس نوری سلام تقدیم کردن. امید جان نگزاد همچنان سلام تقدیم کردن. اسد جان سلام تقدیم کردن. آقای محمد محمدی هم سلام گفتن. بیننده بعدی ما آقای امیری گفتن یک سلام به شما خواهر گلم و دکتر صاحب، آیا خوردن ادویه به خاطر آب کردن چربی شکم کدام موارد جدی در پی دارد یا خیر که دکتر صاحب قبلا جواب گفتن؟ مثلا کدام ادویه این مشخص بساز. بیننده بعدی ما فضل جان گفتن تشکر از برنامه ایتان، همیشه خوش باشین و سلام گفتن به شما دکتر صاحب و گفتن در رابطه با علائم چربی خون در انسان بگوین و معلومات بدین که چی یک چیز درباره علائمش گفتم بس مشخص تر میکنم پیام. خب پیام های زیادی دریافت کردیم، اگر پیام ها رو بخونیم فرصت به صحبت نخواهد ماند. دو سوالی که اخیرا به جواب میتونم، اولی که هم دوست ما گفته بودن دوا دوره مشخص بسازین، اگر هدفتون از دوای آنلاین است اونا چیزی به نام لاغری ده اونا وجود نداره، خطرناک است، عوارض جانبی داره، لطفا استفاده نکنین. تنها دوا وقتی میتونه قابل اعتماد باشه که از طرف یک دکتر داده شوه و از طرف FDA یا سازمان های جهانی صحی تثبیت شده باشه به خاطر یک چیز خاص. هر دوایی که یک دکتر میگه در کتاب ها خوانده میشه دکتر هم فرق میکنه که خصد دکتر آل دوستای ما یک وقت یک ما میگم بس پیش میریم این مهم است برای دوستا بفهمن. یک وقت خوبیشی بود که در دواخانه ها فارماسیست ها میشیشتن، معلومات خوب داشتن، خوانده بودن، حالا می ارسی شده مثلا به تجارت تبدیل شده، مثلا سر هیچ چیز نمیفهمه، یک بچه 12 سال است و خوب نظر قوی هم داره، مثلا نسخه های دکترا رو خوب رد میکنه، فلان دوا رو نخوری، چون من نیست یک دکتر زیاد متوجه شدیم فلان دوا رو نخوری، فلان خطرناک است، فلان دوا رو نخوری، اینی دوا رو من از طرف خود میتونم. متاسفانه افغان ما میره قبول داره یا بعض اوقات حتی به دکتر کس مراجعه نمیکنه، از اون بچه که 12 رو خوانده نخوانده یا انجینیر است اومده پشت به صورت تجارتی شیشته اما دوای زور میگیره، لطفا این کارا نکنین. شبخانه دولتی 20 افغانی حال میگیره فقط، خیر اگر پیسه ندارین شخصی معاینه خانه نمیرن، حداقل پیش یک دکتری که در یک شبخانه دولتی است برین، اونا درس خوانده، زحمت کشیده و برای شما از یک مرجع خاص دوا خواد داد که مسئولیت از دوا رو خودش میگیره، یعنی برات میگه چی مشکل خواد داشت و به خاطر خوبی چی است. 20 افغانی هیچ مشکل نداره، یک وقت خمیرم نمیگرفتن حالا 20 افغانی فقط میگیره که او هم خوب است، لطفا پیش دکتر برین. اگر بازم به خاطر لاغری هدفتان از خاطر به خاطر لاغری میرین دوای آنلاین میخرین، من نفهم کدام، خب با کمال احترام کدام منطقی کار خواد کرد. دکترای زیاد هستن، اونایی که میاین و اصلا تو بگویم با کمال احترام اونا
متاسفانه مردم را احمق میسازن. این کار نکنید. باز اگر کدام پیش کدام دکتر رفتین، دوای مشخص گرفتین، دوای هستن سیبترامین و ارلستات و حتی بعضی کسا انتی دیابتیک ها مثل گلوکوفیج و متفورمین به خاطر لاغری میده که باز او بحث های خود داره. دوای لاغری خاصی وجود نداره، حتی این سه چند دوایی که نام گرفتم اینا باز به صورت دوامدار میتونن لاغر کنند در شش ماه یا سالها که باز میکانیزم های تاثیر شما اگر خواستی من بر تشریح میکنم که چی رقم لاغر خواهد کرد. سوال دوست بعدی ما یک چیز سوال داشت، یادم رفت قدر سر موضوع داخل شدیم. بله نام خدا سوال خیلی زیاده زیاده دوست ما یک سوال داشت، من نفهم چی بود. اعراض علائم بود. بله اعراض علائم مشخص هم گفتم، در کتابا گفته شده که اعراض علائم مشخص نداره. در کتاب مثل هریسون، کارنت و امریکن اسوسییشن اف کاردیولوژی چاپ 2013 گفتم مشخص نداره، به صورت تصادفی میتونه که تشخیص شوه. ولی در افغانستان نظر به تجربه خودم سردردی داره، زود به خاطر میگم قبلا گفته بودم سردردی داره، گنگسیت داره، امرای خود پرخاشگری داره و یا مریض عدم توازن داره، ضعف داره، بیالی داره و مشخصاً چیزی که در کتابای مثل در کرنت من خودم خواندم گفته شده که بعضی کسایی که تریگلیسرید گفته شده که از 200 بلند بره باز عوارض جانبی داره و همین قسم تستیز به خاطر گپ میزنم که به همگی وقت بانه. کلسترول گفته شده که از 240 بلند بره، خطرات حملات قلبی هست. تریگلیسرید وقتی که از 300 بلندتر بره، نظر به کرنت گفته شده که از 500 به بالا بره. خود نظر به تجربه شخصی و کتابای افغانی که من خواندم اونا حتی از 250 به بالا را نظر به رژیم غذایی و نظر به اپیدمیولوژی و محیط زندگی میکنه برشون دوا داده میشه. شخصا خودم در صورت که علائم نداشته باشه 350 به پایین را دوا نمیتونم، ولی اگر کلسترول از 240 بلند رفت خطرات امراض قلبی باید زود دوا داده شوه. و اعراض علائم مشخص دیگه که وقتی که تریگلیسیرید های تا 1000 میرسه مثلا زانتوما تشکیل میشه. زانتوما چی است؟ پاپیول یا بخارک های مشخص واضح به شکل زرد و نوکک های زرد و رنگ سرخ در بدن ایجاد میشه، قابل جذب میباشه. این در نوع فامیلیال یا نوع ارسی بلند بودن چربی خون ایجاد میشه، در بعض نوعی خاص ایجاد میشه. یا ما داریم این اریپتیف زانتوما بود، ما نوع ریتینالیس زانتوما را داریم یا ریتینالیس هایپرلیپیدمی را داریم که در شبکه وقتی که از 2000 تریگلیسرید بدن ما بلند شد، خصوصا نوع LDL در شبکه چشم ما رگای خون در قسمت فندسش به صورت گپای بسیار مشخص اختصاصی است، ولی چون سوال است میگم به نوع زردرنگ دیدن میشه. و یک چیز دیگه ما داریم به نام زانتوما هستن که در قسمت عینک های زانو ایجاد میشه، در قسمت های مثلا پشت دست که اکستنشن یا انبساط یا باز کردن دو اونجا زیاد وقت میشه که او هم بلند بودن چربی خون را نشان میده که چربی خون از نام VLDL از 1000 بلند باشه. بسیار خوب. اول دکتر صاحب در رابطه به وقتی که چربی خون ما زیاد شده، اگر ما متوجه نباشیم، رژیم غذایی مرا نکنیم، ورزش نکنیم، چی خطرات ممکن است ما چرا ما تداعی کنیم؟ حالا شاید یکی از دوستای ما این سوال میکنه. یکی از دوستای ما میگه که ما دکتر صاحب چربیم بلند است. بله. چربیم بلند است، هیچ اعراض مشخص ندارم. خیلی من چرا تداعیش کنم در صورتی که گفتیم که اعراض علائم هم نداره. خودت به خاطر تداعی به خاطر نیاز داری که به صورت دوامدار چربی خون باعث اختلالات بسیار خطرناک شده میتونه. میکانیزمش هم تشریح میکنم، اختلالات هم میتونم میگم براتون. شاید در این وقتا حتماً خبر شدین که سر فلانه نفر یک عملی قلبی آمد، فلانه نفر عملی قلبی آمد مرد، فلانه نفر عملی مغزی سرش آمد یک طرفش فلج شده، چقدر عملات قلبی زیاد شده. حتماً کل ما دیگر میگیم من خب در بین جامعه هستم این قسم دوستا و یا میگن که ولی یک وقت ما مرض قلب ایتنم شناختیم، ولی ببین هر کس مرض قلبی داره. همه از اینا به خاطر لایف استایل خراب ما هست، همه از اینا از خاطر یک خب دلایل مختلف داره. یکی از دلایلش چربی خون است. چی رقم این مرض ایجاد میشه؟ مثلا یک آدم عملی قلبی ایجاد شده پیشش، ما مایکاردال انفرکشن برش میگم، اما یکی از انستیبل انجینا شروع تا کاردیوجنیک شاک تقسیم بندی میشه. یک آدم میگه دکتر مثلا در شبخانه هستی یا یک جای هستی، سر یک عملی قلبی میه، وقتی که مشخصا میبینیم که یکی از قسمت قلب ازو کار نمیکنه. چرا کار نمیکنه؟ دوستای عزیز شاید متوجه شده باشین که حتی آبم که هست یک جای بگیرین، خصوصا مثلا با فشار زیاد باشه، حتی به صورت دوامدار سمتان میتونه که برش مشکل ایجاد کنه. خون هم عین گپ داره، خون باید رقیق باشه. چربی خون بلند بودن، چربی خون بلند بودن، شکر و سایر
گپای دیگه باعث میشه که خون غلیظ شه. وقتی که خون در جریان حرکت از رگای خون میشه، باز قسمت داخلی خون هم اندوتلیال ما برش میگیم، اندوتلیال خراب میشه، خون غلیظ از دیگه. و اندوتلیال که قسمت داخلی مگس عادت به خون غلیظ نداره و نباید هم داشته باشه. خون بدن ما یک عادت داره، عادتش است که هر اسه از بدن ما که خون میشه اونجا میره هر چی قجات میشه دیگه. حتما دوستا متوجه شدن یک قسمت بدن ما اوگار میشه، با هر چی قجات میشه اونجا فاکتورهای تحسوری یا القده هنده یا دوست دارم واضح تر صحبت کنم ولی نمیشه دیگه. ارچق ایجاد میشه یا فاکتورهای علاقه دهنده اونجا تاثیر میکنه، اونمو ارچق ایجاد میشه. این کار در داخل رگا میشه. وقتی خون غلیظ است شده تیر میشه، قسمت داخلی رگ خراب میکنه. او رگ اگر در مغز باشه عملات مغزی هست، اگر او رگ در قسمت قلبی باشه عملات قلبی است. وقتی که رگ خون شد اونجا فاکتورهای تاثیری میره، فاکتورهای علاقه کننده اونجا مرچق ایجاد میشه. هرچق ایجاد شد رگا خوب سو خورد است. خورد است باعث میشه که بسته شود. که این بسته شد باعث یک مشکل دیگه داره که خب ما به خاطر ادامه حیات خود به اکسیژن نیاز داریم. خدا کنه زیاد گپ نزن ولی مهم است که این چیزا دوستا بفهمن. دوستا بفهمن ما به خاطر ادامه حیات هر عضو از بدن ما، هر عضو با اکسیژن نیاز داره، هر عضو به مواد مغذی نیاز داره و اینمی توسط رگ به اعضای بدن ما میرسه. رگ بسته شد نه اکسیژن میرسه، نه خون میرسه، نه مواد مغذی میرسه. وقتی که نرسید دیگه عضو میمره که مرد مشکل قلبی ایجاد میشه. اگر و آدم چانس خوب داشته باشه یک قسمت کوچک قلب خراب میکنه، دوا گرفته میشه، عمل قلبی خوب تر میشه، بخیر بس دوا میخوره جور میشه. اگر این قسمت زیاده از قلب ما را بگیره اتا میتونه که باعث مرگ ما شه و این گپ در مغز میشه. اما تو سایر اعضای بدن ما باسی یک اختلال دیگه هم امبولیزم داره که باز بعض بسیار پروفشنال میشه دبرش نمیگیم. یا بعض کسای دیگه دوستای هستن شاید شنیده باشن که سر یک آدم فلانک هست عملات سکته مغزی کرد. سکته مغزی بیسای مختلف داره، بیس هایپرتنشن یا فشار بلند هم داره. خب یکی از بیسایش اینمی چربی است. اونم میکانیزم که من پیشتر در قلب تشریح کردم در مغز میشه. مغز نظر به تقسیمات بروکا هر قسمتش یک وظیفه خاص انجام میده. ایناله یک قسمت از مغز ما که مثلا وظیفه گپ زدن داره، گپ زدن ما رو کنترل میکنه. اونم اونجا که رگش بسته شد اکسیژن نرسید، امی آدم گپ زده دیگه نمیتونه. یک قسمت از بدن ما که چشم کنترل میکنه، دید ما را که همون قسمت خون برش نرسید دیگه بس ما دیدن نمیتونیم. یک قسمت ما است که اطراف سفلی دستا و پایا، اطراف اولی سفلی دستا و پایا رو کنترل میکنه، بس او که خون برش نرسید فلج میشیم. و از این خاطر باید تداعی شود و گپ های بسیار زیاده دیگه هست که وقت نداریم. در کل بیماری خطرناک است بیننده و نیمه نسل جان. هر بیماری میتونه خطرناک هم بشه، میتونه خطرناک هم نباشه در صورتی که واقعا و مالجه شود. نسل جان گفتن سلام عرض ادب خدمتتان، امید صحت و سلامت باشید. یک سوال دارم، گفتن درجه نرمال چربی خون چند می باشد؟ پیشنهاد درباره تریگلیسرید گفتیم. تریگلیسرید باید از 200 بلند نباشه که بود و هم شرط داره شکم بشنه که بود باز باید رژیم غذایی جدی گرفته شه. و کلسترول داریم، کلسترول هم باید از 200 بلند نباشه، ولی کلسترول خطرناک تر است نسبت به تریگلیسرید. اتو مد کتابی که خواندم در میدسکیپ، یکی از کتابای استادای ما بود که پانتون تبی نشر کرده بود که از 240 بالاتر باز میتونه که باعث حملات قلبی داره قلبی شوه. VLDL داریم، LDL داریم. VLDL تقسیمات مختلف داره و LDL تقسیمات مختلف داره. LDL ما یک پروفایل است. دیگه مال سوال کردین من مجبور جواب بدم کل شما میتونم. LDL ما گفته شده که اگر 100 پایان تر باشه خوب است، تحت کنترل است. اگر 100 تا 129 شوه نسبتا تحت کنترل است. از 130 تا 159 شوه تقریبا چربی خون وجود داره، border line است یعنی در سر حد است. از 160 تا 190 باشه چربی خون زیاد است و از 190 بلند باشه چربی خون فوق العاده زیاد است. و همین قسم HDL داریم. HDL یک چیز خوب است، در زن و مرد فرق میکنه. باید بگویم که چربی خون نزد زن ها زیادتر ایجاد میشه، نزد مرد ها کمتر ایجاد میشه. یعنی دومیننتلی نزد زن ها زیاده. سو یکی از دلایلش مثلا خوردن استروژن است. استروژن که خودش به خاطر جلوگیری از ولادت هست باز باعث میشه که چربی خونم بلند بره و صدها دلایل دیگه و دلایل ارثی و ژنتیکی دیگه. فقط یک جمله بگمونده، LDL از 40 تا 50 نزد مردا و از 50 تا 60 نزد زنان نرمالش است. بلند بردن LDL زیاد مشکل نداره، به نفع ماست. بله، منیر جان هم نوا همچنان که سلام دکتر صاحب، بعضی اوقات سلفه میکنم از گلونم خون میاد. تا هنوز خودم هم نمیفهمم. چند روز پیش زمانی که رویم را میشتم صبح سرفه کردم از گلویم خون آمد. میشه کمی معلومات بدهید منیر هم نوا؟ منیر جان تب داری؟
درد داری دنای سینه، کدام عملیات سپری نکردی، فعالیت های فیزیکی داری، 14 روز 20 روز در خانه متراسند یعنی نخواب بدی، کدام مشکل دیگه سپری نکردی، شوش درد میکنه، سلفیت امروش چرک میاد، نوع چرک که میاد چه رقم هست، چند ساله هستی، سینه و بغل خود سپری نکردی، امی خون یک دفعه از خاطر خود فرنجایتس بلعوم و هنجره و یا هست نیست، هر دفعه میاد یا بعض دفعه میاد، این چیزا مهم است و این چیزا رو باید خود جواب بدی و خودت اگر فرزن همیشگی میای و زیاد هم قسمی که هر روز علائم دیگه داری و تب هم داری، باید حتما یک دفعه پیش دکتر مراجعه کنی که کم مشخص تر عکس یا گرفته شو و هر روز علائم مشخص شو، اگر چیز خاصی بود تداعی شو. مهم است مونیا جان، موضوع مهم است، باید نزد دکتر صاحب آورن. مصطفی جان احمدی هم سلام به شما. دکتر صاحب، برای سردردی باید چی کنم؟ مدت 4 سال میشه بسیار سردردی شدید دارم. سردردی دبیس افسردگی است یا سردردی دبیس چربی خونت است یا سردردی دبیس کمبود خونت است یا سردردی دبیس بلند بودن چربیت است یا سردردی دبیس کم انرژی بودنت است یا دبیس هایپوتنشن و تفریط فشار خون است. سردردی در هر مرض پیدا میشه، در هر مرض پیدا میشه. یک آدم اعصابش خراب میشه که یکی جنگ میکنه سردرد میشه، در رمضان در وقتای نزدیک افطار خسته میشین سردرد میشه، گلوکوز بدن کم میشه، یک جا میری زیاد درس میخونی خسته میشی سردرد میشی، زیاد فوکس میکنی سردرد میشه، تکلیف فشار داری سردرد میشی، تاو داری سردرد میشی. سردردی در هر مرض است، باید بیسش پیدا شه و بیس که پیدا شه تداعی میشه. کدام چیز خاص نداره تو پیشتر گفتیم که یک آدم دیهایدریشن مثلا آب وجودش کمتر میشه، آب وجود هم یک سردردی داره. سردردی باز حتی نیمسری هم باز که یک بحث جداگانه است، بحث عقلی عصبی است، او هم سردردی داره. شما باید منشأش را پیدا کنید. بله، یا ما جان نصری هم گفتن عرض سلام و درود دارم به جناب دکتر صاحب. منشأش شما نه دکتر پیدا میکنه پیش دکتر ماجک. آقای نصری گفتن سلام به دکتر صاحب تقدیم میکنم، گفتن چربی جگر دارم اما درجه اول آن، 4 ماه میشود که وزن ورزش میکنم، فقط خستگی زودنگام دارم، چی باید کنم از کابل؟ چربی فکر میکنم اینا یکم معلوماتشون بهتر بوده یا حداقل پیش دکتر مراجعه کردن و فهمیدم که چربی چی است. چربی جگر دارین گرید اول است، قابل تشویش نیست، شما میتونین با رژیم غذایی ورزش کنترلش کنین که مطمئنا کمتر هم شده. متوجه باشین که متوجه صحتمندیتون باشین، نظر به کتاب کرین گفته شده که فینوفابریت ها و امگا 3 برای چربی جگر بسیار خوب است. شاید پیش دکترک مراجعه کردین یا جایی که تشخیص شده حتما براتون توصیه های خود داشته. اگر نداشتم خوردن اومیگا 3 که کپسول های اومیگا 3 روغن ماهی است مشکل خاص نداره، یعنی اتم برش دوام نمیگم، هم به خاطر دید و چشم و خاطر برین و خاطر مغز هم خوب است و میتونن که چون HDL داره و میکانیزمی که HDL چه رقم فایده داره من در اول برنامه گفتم، از اون میتونی استفاده کنی و درجه اولش قابل تشویش نیست، ولی خوبی است که خودت متوجه شدی. متوجه بودنت باعث میشه که خودت صحتمند باشی. تشکر فرهاد جان. هم پرسش داشتن، فکر کنم به دکترای جلدی البته مراجعه باید شود، پرسششان که در روزهای بعدی من خواد ترسیدیم. تشکر میکنم از یک بیننده برنامه ما هستن. فایق جان هم درود تقدیم کردن، تشکر، زنده باشن، لطف شما است. رافی جان گفتن از کدام روغنا باید استفاده کنیم که چربی خون نگیریم؟ روغنایی که آفتاب پرست، روغن زیتون، روغنایی که اشباه شدن نباشه بهتر تر است. روغن زیتون، روغن گل آفتاب پرست خوب است و از روغنهای بعدی متباقی باید کم تر استفاده شه. بله، ابراهیم جان محمدی هم گفتن سلام، بنده از ترکیه و با شما هم کلام هستم، تشکر، زنده باشین. آقای عطایی هم سلام تقدیم کردن. آقای داودزه هم گفتن من تکان قلب شدید دارم، نمیفهمم چی کنم. داودزه صاحب چند ساله هستی؟ تکان قلب چند است؟ گراف گرفتی؟ حرکت قلب چند میرسه؟ چند روز میشه؟ دفتن پیدا میشه؟ فشارت که بلند میشه پیدا میشه؟ کدام دفعه فشارت پیدا کردی؟ دیدی ندیدی؟ تشویش که پیدا میکنی پیدا میشه؟ این چیزا برای تکان قلب بسیار زیاد مهم است. بله، وحید جان بیننده بعدی ما هستن گفتن دکتر صاحب چرا در افغانستان انگام که سردرد میشیم 100 قسم دوا براش میدهن اما در کشور مثل آلمان دکتر میگه آب بنوش؟ بخاطر اینکه دکترای ما متاسفانه در افغانستان همه ما دکتر ها مشکلات خود داریم، زیاد هم نی، خود دکتر بسیار زیاد لایق است، با کمال احترام دکتر بسیار لایق هستند در افغانستان و از ما که پروفیسر های بسیار خوب است. متاسفانه در شاید افغانستان کسی که شکایت کرده که سه قسم دوا به خاطر سردردیم داد پیش دکتر خوب نرفته، او مطمئنن پیش دواخانه والا رفته، پیش یک دکتره که درس خوانده، زحمت کشیده، تخصص گرفته،
مطمئنن او صد رقم دوا نمیده. اول کار میکنه، بیست شب پیدا میکنه و برش دوا خواهد داد. و یکی توقعات مردمان فرق میکنه. مثلا یک خاطری جالب من میگم، روز قبل یکی از دوستای ما یک مشکل داشت و من برش گفتم، دوست خودم بود، من گفتم دوا برات نمیتم فلان کارا کو. او میگه دکتر صاحب توی دوا نمیتی، چه رقم دکتر هستی؟ خود مردم توقع داره که برش دوا بدی. مثلا بر ریزش نیاز نیست زیاد دوا داده شو، یا من نمیفهم به مشکلاتی که دفعه ایجاد میشه خودشون خوب میشه. دوا نتی توقع مریض از دیگه، میگه دکتر یاد نداشت نفهمید دوا نداد. بس ما مجبور میشیم به خاطر توقع مریض هم میگون دوا بدیم، چرا خودش قبول داره. و از لحاظ طبابت، اخلاق طبابت میگه که پیشنت از دی کینگ، مریض پادشاه است. خلاص مریض اگه گفت دوا بده دیگه، خود دوای نتی برش، چون معلومات علمی خوب نداره، دوایی بده که زیاد مشکلات برش ایجاد نمیکنه و متاسفانه توقع افغان هم سازی است. تشکر دکتر صاحب از این در برنامه امروز بودین. فرید جان هم، البته فرهاد جان هم سلام تقدیم کردن. تشکر از فرهاد جان و بیننده های زیادی هستن که سلام تقدیم کردن. ما سلام همه شما را ولک میگیریم و معذرت میخوایم از اینکه نتونستیم پیام های شما را در برنامه امروز بخوانیم، اما کوشش میکنیم که وقت برنامه را زیادتر بسازیم و پیام های شما را جواب بگیم. تشکر میکنم از جناب دکتر صاحب که دقایقی با ما بودن و برنامه ما را با صحبت های بسیار مفیدشان مفیدتر ساختن. تا اینکه باز هم روز شنبه با شما خانواده نهایت از خود بودیم. همه تان را بلای پاک میسپارم. موفق باشه.